یه بارون اسیدی شروع به باریدن میکنه که جون همه انسانها رو به خطر میندازه یه خانواده زیر این بارون اسیدی گیر کردن آیا اونا جون سالم به در میبرند؟ تو ادامه ویدیو اسپویلر هستش پس مواظب باشید ممنون میشم که اگه که ویدیو رو لایک کنید و یه کامنت هم برای حمایت از ویدیوهای طولانی بذارید اگر هم دوست دارین فیلم رو به صورت خلاصه ببینید میتونید همین الان سابسکرایب کنید بعد از یه حادثه ای که توش دو تا همکار به شدت زخمی شدن کارگرها شروع به اعتراض کردند، چون که صاحب شرکت مسئولیت حادثه رو به گردن نمیگرفت میگیره و کارگر رو شروع میکنن به خرابکاری و میزنن شیشه های شرکت رو میارن پایین وقتی که پلیسا میرسن کارگرها در مقابلشون مقاومت میکنن یکی از کارگرها به اسم میهال میزنه به سیم آخر و می رو میفته روی یکی از پلیسا و شتکش میکنه سر آخر دو تا دیگه از پلیسا میریزن سرشو دستگیرش میکنن خلاصه فیلم این درگیری میهال تو اینترنت پخش میشه و همه به میهال میخندن این قضیه باعث میشه که دختر میهال یعنی سلما قاطی کنه و مطفوع اسپا رو بماله به صورت همکلاسیاش که دارن به ویدیو میهال میخندن تا دیگه اینقدر دلخوری نکنن قضیه به دفتر مدیر مدرسه کشیده میشه و مادرش الیس نمیدونه که چه خاکی به سرش بکنه با این دختره از وقتی که میهال افتاده زندان و پدر مادرش طلاق گرفتن سلما اینطور شده و صبح تا شب آهنگای تتلو رو گوش میده با این حال پدرش الان با وسیقه و دستبند مخصوص آزاده یه شب که سلما پیش باباشه اخبار نشون میده که بارش اسیدی توی آمریکای لاتین باریده که هزار برابر شدیدتر از همیشه است و باعث از بین رفتن هزاران حیوان شده دانشمندا فهمیدن که دلیل این بارون آلودگی هوا و گرمای زمینه و این بارون قرار به مناطق شمالی هم برسه خلاصه تو این مدت همیشه هوا ابری و همه مرتب آب و هوا رو چک میکنن چون که ممکنه که هر لحظه بارون بگیره یکی از روزا که میحال سر کاره الیس بهش زنگ میزنه و میگه که بابت بارون نگرانه و ازش میخواد که امروز زودتر برن سراغ سلما و از مدرسه بیارنش چون که ماشین الیس توی گاراژ میحال با ماشین خودش میاد و اون رو برمیداره تا با هم دیگه برن دنبال دخترشون اونا میرسن به مدرسه و میفهمن که زنگ آخر معلم پرورشی اونا رو برده برای اسب سواری و گوشی پیششون نیستش اونا راه رو میگیرن و میرن سمت جنگل ولی معلوم میشه بقیه بابا مامونم همین فکر رو کردن حالا کل مسیر ترافیک شده از دور معلومه که ابرای سیاه روی جنگل تشکیل شدن و چیزی نمونده که بارون بباره پس میحال میزنه تو جاده خاکی و میانبر میره سمت جنگل بعد وقتی کم بود و اینم بهش اضافه میشه که سلما سوارکار خوبی نیستش و پس پس بقیه جامونده مونده تو جنگل تنهاست قطرهای بارون اسیدی کم کم به زمین میرسن و باعث سوختن شاخه ها و اذیت شدن اسبا میشن بر همین اسبا فرار میکنن و سلما تنها میمونه میحال و الیس به نزدیکی جنگل میرسن و میفهمن که ماشینشون از بین درخت ها رد نمیشه پس میحال پیاده میشه و میدوه داخل جنگل بعد از چند دقیقه اون پیش استبل اسبا سلما رو پیدا میکنه با هم میرن سوله پناه میگیرن بعدش هم به الیس زنگ میزنن میگن که بیاد اونجا الیس میرسه به سوله و اونا سوار ماشین میشن بعدش بدون وقت تلف کردن گازشو میگیرن و برمیگردن سمت جاده اصلی اونا میرسن و میبینن که ترافیک اونجا باعث شده که مردم توی بارون گیر بیفتن از درد و سوزش جیغ میزنن کمی بعد ماشین اونا هم توی ترافیک گیر میکنه و چند نفر مثل زامبی میریزن سر اونا میخوان سوار بشن با این حال میحال بهشون اجازه نمیده که بیان داخل و الیس هر طور شده یه راه در رو پیدا میکنن پس با سرعت شروع میکنه به فرار کردن بعد از چند دقیقه بارون بند میاد و محیط پر شده از جسدها و وسایلی که به خاطر اسید آب شدن خانواده میهال هم کنار یه سوپرمارکت توقف میکنن تا هرچی خرت و پیدا میکنن بردارن و خودشون و ماشین رو باهاشون بپوشونن الیس به برادرش زنگ میزنه ولی اون میگه که هنوز سر کار رو به خاطر مسدود شدن راهها نمیتونه که بیاد میهال هم به دوست دخترش زنگ میزنه ولی گوشی رو جواب نمیده اونا تصمیم میگیرن که از کشور خارج بشن و چند ساعتی رانندگی میکنن تا اینکه اسید میره تو جون ماشین و خرابش میکنه پس میحال خانوادهش رو پیاده میکنه و با هم دیگه پیاده روی میکنن تا اینکه میرسن به یه ساختمان متروکه میهال ساختمان رو میگرده تا کس دیگه اونجا نباشه میفهمه که اونا داشتن برای تولد بنده خدای تدارک میدیدن که متاسفانه کنسل شده همچنین یه گربه پیدا میکنن که بیخیال از درد و رنج دنیا داره برای, برای خودش از غذاهای تولد میخوره و عشق میکنه ها میحال موفق میشه که به دوست دخترش زنگ بزنه مطمئن میشه که حالش خوبه ولی کمی بعد گوشیش دیگه نمیده نمیدو ارتباط قطع میشه آب لوله کشی ساختمون هنوز آب داره ولی معلوم نیستش که سالم باشه یا نه پس میهاد کمی از اون آب رو میریزه جدای گربه که بفهمه که آب سالمه یا نه بنده خدا گربه ولی سلما میفهمه و رگ گربه دوستیش به جوش میاد و سریعا ظرف آب و خالی میکنه توی سینک دختر به فکر خودتون باشون بدبخت 9 تا جون داره فوقش میشه هشت تا بعد از مدتی میهاد ظرف آب رو چک میکنه میبینه که ظرف ذوب شده پس مطمئن میشه که آب اسیدیه حالا تنها خوراکی هایی که دارن خوراکی و ها نوشیدنی های تولده پس با همون شام رو سر میکنن سلما نگرانه چون که به نظر نمیتونن که پیاده تو این وضعیت زنده بمونن پس باید به فکر چاره باشن زیادی طول نمیکشه که این گفتگو به بحث تبدیل میشه و سلما ازشون میخواد که بس کنن سراخر می حال سر آخر یه شیشه دلسه رو زمین خورد میکنه و از اتاق میره بیرون اون گربه هم نصف شبی میمیره فکر کنم قبل از این اتفاق هشتا جون اضافیشو استفاده کرده بود بنده خدا روحت شاد بعد اون روز بارون قطع شد و میهال و خانوادهش راه میفتن سمت مرز اونا با یه گروه از آدمای دیگه هم سفر میشن هر چه بیشتر میرن این گروه بزرگتر میشه تا اینکه میرسن به پل مرزی و جمعیتشون دیگه از هزار نفر رد کرده مامورای امنیتی من مرز مردم رو برای دلایل امنیتی توی گروه کوچیک راهی میکنن که برن ولی مردم به هیچ جاشون نیست و با هول دادن راهشون رو باز میکنن این هول دادن ها باعث میشه که الیس از خانوادهش جدا بشه الیس توی گروه جدید از مرز رد میشه و میخواد که منتظر خانوادهش بمونه ولی پلیس اهمیتی نمیدن و بهش میگن که سریعا راه بیفت وسط های پل الیس یه چاله گنده میبینه و میفهمه که سختگیری پلیسا برای چی بوده ناگهان پل ضعیف میشه و صدای شکستن قسمت های مختلفش به گوش میرسه پس اونایی که رو پلن با هرچی که در توان دارن برمیگردن این فشار دو طرفه باعث میشه که نظم از بین بره و دو طرف مثل ماست همزده با همدیگه قاطی میشن الیس هم سعی میکنه که برگرده پیش خانوادهش ولی بین اونا گیر میفته فشار جمعیت اینقدر زیاد میشه که حفاظ بغل پل خراب میشه و خیلیا میفتن پایین از جمله الیس که میفته توی آب دریاچه و بدنش به سرعت میسوزه و از بین میره سلما هم از پل پایین میاد و میدو سمت آب تا مادرش رو نجات بده ولی میحال جلوش میگیره و مشخصه که دیگه کاری از دستشون بر نمیاد به غیر از اینکه جسد سوخته مادرشون رو نگاه کنن بعد از این قضایا و خراب شدن پل پلیس مردم رو هدایت میکنه داخل این مرکز نظامی میهال موفق میشه که به دوست دختر زنگ بزنه و باش حرف بزنه ولی برادر الیس گوشی رو جواب نمیده برای مدتی کوتاهی پلیس و مردم رو توی گروه های کوچیک سوار کامیونهای نظامی میکنن و بهشون آب میدن اونها مدتی مسیر رو همینطوری طی میکنن تا اینکه میرسن به مانعی که جاده رو بسته پس نظامی و مردم رو پیاده میکنن تا بقیه مسیر رو از بین جنگل رد بشن کمی بعد ابرهای بارونزا ظاهر میشن و مردم سریعتر از همیشه به راه رفتن ادامه میدن از از اونور سلما خسته شده و نمیتونه پا به پای بقیه بیاد پس میحال و دخترش از جمعیت جا میمونن خوشبختانه اونا توی لحظه آخر یه تونل پیدا میکنن با باز کردن راه ورودی میرن داخلش و اونجا پناه میگیرن با این حال چون که بارون داره به داخل تونل میریزه اونا به مسیر ادامه میدن و زیاد طول نمیکشه که میرسن به سمت دیگه تونل بارون بند اومده ولی میحال اینقدر آمیرزا بازی کرده که شارژ گوشیش تمام شده اونا ساعت پیاده روی میکنن تا اینکه بالاخره میرسن به چند تا خونه ولی هیچکس جواب کمک خواستناشون رو نمیده سر آخر خستگی و گرسنگی میحال رو از پا در میاره و بیهوش می میشه کمی بعد که میال از خواب بیدار میشه خودش توی خونه دبورا و پسرش میبینه دبورا بهشون آب و لباس تمیز میده ولی نمیتونه غذا بده چون که همین الانش هم برای خودشون هم غذا کم هستش سدما یکم سر گوش آب میده و یه دستگاه مخصوص پیدا میکنه که طبقه بالاست و برای سلامتی پسر دبورا است بنابراین میهال داوطلب میشه که اون رو بیاره پایین که دسترسیشون راحت بشه دبورا هم برای این کمکش بهشون غذا و جای خواب میده بعد از اینکه میهال نون و پنیر رو میزنه و یه کمی جون میگیره یه تبر برمی و میره خونه همسایه رو باز کنه و ببینه که غذا چی هستش ولی متاسفانه بارو میگیره و مجبور میشه که برگرده طوفان شدت میگیره و دبورا میدونه که خونه دووم نمیاره برای همین وقتی که سلما و میهال تصمیم میگیرن که برای امنیت توی گاراژ بخوابن دبورا در گاراژ رو قفل میکنه خودش میره پیش و پسرش دراز میکشه خلاصه در دیوارا کم کم رنگ پس میدن و اسید داره به جون خونه نفوذ میکنه میهال سلما از صدای در دیوار بلند میشن و میبینن که در قفله آب اسیدی کم کم داره به اتاق دبورا میرسه و سلما داره سعی میکنه که صداشون بزنه و کمکشون کنه ولی میهال اون رو به زور سوار ماشین دبورا می و اونا به سرعت ماشین رو در میارن و فرار میکنن بعد از چند ساعت روندن بدون مقصد میحال وسط دشت ماشین رو نگه میداره سرما میزنه زیر گریه و به میحال اعتراف میکنه که اشتباه کرده میالم فیوز میپرونه و سر دخترش داد میزنه برشم از ماشین پیاده میشه یه گوشه قنبرک میگیره کمی بعد پای میحال شروع به سوختن میکنم. پس اون برمیگرده به ماشین هم. میبینه که سلما نیست از اون ور سلمای اسکلم فرار کرده ولی پای اونم شروع به سوختن کردن و مجبور شده که بره روی تیکه آهن پناه بگیره میحال صدای جیغ زدنش رو میشنوه و با ماشین میره دنبالش کمی بعد ماشینم از کار میفته و میحال با هر بدبختی و پاسوختگی هم که شده سلما رو, رو روی دوشش میگیره و برمیگردن روی سقف ماشین پناه میگیرن اون شب میگذره و فرداش نیروهای نظامی اونها رو نجات میدن و میبرن به یه پناهگاه میال رو هم میخوابونن روی تخت بیمارستان که پاهاش رو خوب کنن اونجا سلما از بقیه افراد میشنوه که دوست دختر باباش فوت کرده و دایش هم اسمش توی هیچ پناهگاهی ثبت نشده پس وقتی که باباش به هوش میاد و سلما میره پیشش تصمیم میگیره که فعلا این خبر بد رو بهش نده نتیجه اخلاق این فیلم این بود که هیچ وقت وضعیت به شدت تخماتیک باباتون رو بیخودی عصبانی نکنید اگرم کردید مطمئن شید که پوماد سوختگی حتما همراهتون هستش